سلام به چنل مینا داوینچی خوش اومدین. مینا میرعباسی هستم، متولد 69، 12 ساله که رشته نقاشی رو به عنوان شغل اصلیم انتخاب کردم و پیش رو گرفتم تا الان. هدف اصلی من از زدن این چنل این بوده که اطلاعات و تجربیاتی که تو این 12 سال به دست آوردم رو با شما در میون بذارم. بریم سر اصل مطلب، چون دوست ندارم ویدیو خیلی طولانی بشه. اولین ویدیوهای منه، اگه میبینین دکور چیزی هم داریم یا جذابی نیست، هنوزم روی دکوراسیون و تغییر اینجا کار میکنم که بتونم در ویدیوهای بعدی شیکتر باشه. خب بگذاریم، داریم میخوایم امروز در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد اینکه شاید خیلی از شما هنرمندها اینو تجربه کردیم، شاید هم خیلی از آدمای معمولی این سوال براشون پیش بیاد که چی میشه که یه شخصی میلیاردها دلار میاد پول میده برای یه تابلوی نقاشی و چرا اصلا باید یه همچی پولی پرداخت بشه، دلیلش چیه؟ و من خودم این رو خیلی تجربه کردم، برام اتفاق افتاده و قطعا هر هنرمندی این رو تجربه کرده و براش پیش اومده که حالا قیمت چندان بالایی هم به مشتری نمیده ولی مشتری حالا میگه او چه خبره که مثلا میخوای اینقدر بگیری، کار خاصی که انجام نمیدی، یا توقع دارن که مثلا براشون نقاشی رایگان انجام بشه یا حالا اونقدر ارزشی قائل نیستن برای یه تابلوی نقاشی. امروز میخوایم کل مبحثمون در مورد اینه که بخوایم به یه نتیجه‌ای برسیم که چرا این اتفاق میفته و پس اون آدم‌هایی که میان میلیاردها دلار بابت یه تابلو پول میدن کجان و چه کسایی هستن؟ اینکه من چه جوری باید قیمت گذاری کنم و یک تابلو نقاشی اصلاً بر اساس چه چیزی باید ارزش واقعیش مشخص بشه یا قیمتی روش گذاشته بشه. ما میدونیم جنس‌هایی که وارد بازار میشه و عرضه میشه بر اساس اون هزینه‌ای که توی تولید اون جنس تأثیر داشته، حالا پول حمل و نقلش هست، واسطه ها هستن، تا بالاخره یه قیمت نهایی به دست میاد و اون جنس وارد بازار میشه با همون قیمت. ولی یه تابلوی نقاشی بر اساس چه چیز قیمت گذاری میشه؟ یعنی همه اینو میگن نمیشه روی احساسات یه هنرمند قیمتی گذاشت. میخوایم به این نتیجه برسیم که چی باعث میشه که یک مخاطب صرفاً برای ارضای علاقش میاد یه تابلو نقاشی و میلیاردی میخره و خیلی هم شاید خشمگین کنه که چرا یه همچی هزینه‌ای بابت تابلو پرداخت شده و کار خاصی انجام نمیدن، خدمتی انجام نمیشه با تابلوی نقاشی. یعنی چی که خدمتی انجام میشه؟ یعنی این که میگه یه تابلو کار خاصی برای من نمیتونه انجام بده، من نمیتونم بپوشمش، نمیتونم سوارش بشم، نمیتونم بخورمش و جز نیازهای اولیه خودشون نمیدونن چنین چیزی. یه مثال براتون میزنم که واضح تر باشه. شما میان 25 میلیارد دلار به اکثر مردم میدین و پیشنهاد میکنین که بین یک خونه‌ای که شیش خوابه است، ویو خیلی خوبی داره، توی کوهستانه، حالا جای سرسبزیه و همه امکاناتی که شما نیاز دارین و اون خونه داره، و بین یه تابلو نقاشی که شاید دو تا مثلث یه رنگ قرمزی حالا وسطش هست یا چیز خاصی توی اون تابلو نیست، کدوم رو انتخاب میکنید؟ یعنی به نظر شما اکثر مردم کدوم رو انتخاب میکنن بین تابلوی نقاشی و بین اون خونه؟ اکثر مردم میان خونه رو انتخاب میکنن. میدونید چرا؟ چون که نیاز اولیه آدم ها خونه است، درست؟ یعنی چون ما درک اینو پیدا کردیم
که بخوام هزینه زیادی بابت املاک بدم و خونه ای که باب میلمه رو بخرم، ولی هزینه بابت یه تابلوی نقاشی ندم. یعنی هنوز به اون قضاوت درست نرسیدن که بخوان تابلو رو انتخاب کنن، مگر اینکه حالا استثناء قائل بشه. همیشه برای انسان نیازهای اولیه‌اش خیلی اولویته. یه جورایی بهش میگن که مصرف دفاعی. مردم همیشه دنبال اون مصرف دفاعی هن و خیلی کم پیش میاد دنبال مصرف خلاق باشن. یعنی چی مصرف خلاق؟ حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم چون خیلی مطالب زیادی هست و ما داریم به این مبحث میرسیم که یکی یکی بررسی کنیم همه چیو. ما سه دسته افراد داریم که میخوایم اونا رو یکی یکی تحلیل کنیم. پس تا اینجاش گفتیم که هنر جزء مصرف‌های خلاقه و ما اگر میخوایم تقاضا در موردش زیاد بشه و وارد مصرف دفاعی بشه، باید درآمد افزایش پیدا کنه. درسته؟ وقتی طرف اینقدر درآمد داره که براش یعنی هیچیه که میلیارد پول بده، میلیاردی مثلا پول بده بابت یه تابلو، و عقل سالم میگه که یه شخصی که خونه اجاره‌ای داره و شاید اصلا کلن 100 میلیون تومن یه خونه رو اومده رهن کرده، نمیاد یه تابلوی میلیاردی بخره بزنه به دیوار اتاقش. درسته؟ مگر اینکه طرف اونقدر درآمد داشته باشه یا صرفا واسه علاقهش باشه که کلکسیون داشته باشه بیاد یه همچی پولی رو پرداخت کن. و نکته ای که اینجا مهمه، منطقی باید این قسمت رو نگاه کنیم. نمیشه گفت که حتما همه باید بخرن. اوکی. یه نکته دیگه که باید زیاد بهش توجه بشه سلیقه آدم هاست. دسته دوم اونایی هن که بر اساس سلیقه و اون دید شخصی خودشون تابلو رو انتخاب میکنن و کلن تو هر دوره ذائقه ها و سلیقه ها متفاوته. مثلا 50 سال پیش یه مدل تابلوی دوست داشتن، الان یه مدل دیگه. توی دوره رنسانس تابلوهای زرق و برق می‌خریدن، بیشتر سفارش می‌دادن. توی دوره‌ای نه، مثلا سلطنتی بیشتر سفارش می‌دادن. توی دوره‌ای مثلا الان من بیشتر می‌بینم توی قسمت هایپر رال سفارش بیشتر گرفته میشه. خب سلیقه آدم ها با هم متفاوته. بر اساس این نمیشه گفت که همه میتونن یه تابلوی رو بپسندن یا سفارش بدن. اوکی؟ از سلیقه و ذائقه آدم ها فرق میکنه. اوکی؟ مثل این میمونه که یه گالری زده بشه، من و یه شخص دیگه بریم داخل اون گالری و یه تابلوی نقاشی یا موزه، فرقی نداره، جایی که یه تابلو باشه، وای میسیم به تابلو نگاه میکنیم. از نظر دیدی شاید دو شخص به یه فقط وایسیم نگاش کنیم، ولی توی ذهنمون چیز دیگه ای میزن و هیچ وقت اینو در نظر بگیرید دو نفر آدم هم نمیتونن یه نظری داشته باشن توی هیچی، چه برسه که خیلی آدم حالا توی کل دنیا بخوان همه یه نظری داشته باشن یه سلیقه ای داشته باشن. مثل اینه که من با یه شخصی برم گالری نقاشی و فرض کن تابلوی سگ سرخ پیکاسو اونجا باشه. من هنرمند چون قطعا اطلاعات بیشتری در مورد اون تابلو دارم، به هنر بیشتر علاقه دارم و شاید توی سلیقه شخصی من این باشه که رنگ قرمزم بیشتر دوست دارم، اصلا وقتی نگاه میکنم به اون تابلو رنگش چه رنگیه،
چقدر قوی کار شده، چه خطاش مثلا به جا بوده، توی این تابلو مثلا کلی چیز نهفته است. ولی یه شخص دیگه ای که نگاش کنه بگه من از رنگ قرمز خوشم نمیاد، دوستش ندارم، شاید یاد اتفاق مثلا بدی بیفته، مثلا سگ گازش گرفته و این سگ رو ببینه، حس بدی نسبت به این تابلو داشته باشه. اینا همه رو ما باید در نظر بگیریم که آدم ها با هم متفاوتن، سلیقه ها با هم فرق میکنه. من و شما نمیتونیم روی یک اثر هنری و در مورد کیفیت اون تابلو نظری بدیم. حالا یا بخوایم ارزش گذاریش کنیم، از نظر تجاری روش قیمت بذاریم. اوکی، چون سلیقه ها با هم فرق میکنه، اطلاعات و آگاهی آدم ها با هم فرق میکنه، درکشون متفاوت نسبت به تابلو. این دسته هم پس باید همیشه توی فروشتون در نظر بگیرید. انتقاد فرق میکنه، سلیقه هم فرق میکنه. انتقاد چیز دیگه ایه که بعدا در مورد مبحثش کامل باز میشه. دسته بعدی کلکسیونرها هستن و کسایی که میان پول میدن، وارد مزایده میشن و یه قیمتی رو معین میکنن و هر کسی بالاترین قیمت رو اعلام کرد و برای خرید اون تابلو معین شد و تعیین شد، دیگه فروش میره. چون میدونیم یه سری آدم ها هستن فقط برای این تابلو خرید میکنن که بزنن به دیوار خونهشون، به دیوار مطبشون، توی ادارهشون و جایی که حالا بیا بهتری بدم به حالا اون محل کارشون یا خونهشون. ولی کلکسیونرها خیلی با اون آدم ها فرق میکنن. اونا از دید تجاری و درآمد به یه تابلو نگاه میکنن. اینا هستن که اصلا بازار رو جلو میبرن. اینا هستن که ارزش گذاری میکنن یه تابلو رو. اینا هستن که قیمت ها رو میبرن بالا و باعث میشن که بازار جلو بره، فروش بیشتر بشه. هدفشون چیه؟ ثروتمندهایی توی دنیا وجود دارن که میخوان ثروتشون رو، یه مقدار از ثروتشون رو مخفی نگه دارن، یعنی توی دید نباشه، و میخوان که ثروتشون رو مخفی نگه دارن. ثروتمندهایی هستن که میخوان پولشون الکی از دست نره و چیزی با اون پول بخرن که بتونه حتی ارزش بیشتری هم روش بیاد. میتونن ملک بخرن، میتونن قایق بخرن. One eternity later. چیزهای زیادی هست که میتونن با اون پولشون بخرن. ولی مسئله اینه که نمیخوان مقداری از ثروتشون به چشم بیاد و کسی ازش خبردار بشه. قطعا یه قایق شخصی مشخصه، حتی یک آدمی که سواد نداره میتونه تشخیص بده که پول زیادی بابتش پرداخت شد، یا لامبورگینی یا حالا هر چیزی. ولی تابلوی نقاشی به ذهن یک آدم معمولی خطور نمی کنه که طرف به این دلیل رفته یه تابلوی میلیاردی خرید و شاید اصلا قیمت اون تابلو رو ندونه. پس ثروتمندایی هستن که میان تابلوهای میلیاردی میخرن به خاطر اینکه حالا هم حجم کمتری داره، جا به جاییش راحت تره و به صورت نجومی روی اون تابلوها قیمت گذاری میشه و قیمتش میره بالاتر. به عنوان سرمایه هم بهش نگاه میکنن، هم به عنوان اینکه میتونه براشون مفید باشه که بتونن پولشون رو تبدیل به یه چیز با ارزش کنن. جوری راحت تر هم میتونن که مالیات رو دور بزنن. خب هم جا به جایش کردن راحت تره، هم سریع میتونن چینجش کنن، هم قیمتش نجومی میره بالا. خیلی حرف ها پشت این قضیه هست که ما اطلاع نداریم و یه جوری سیکرته. به ذهن خیلی ها نمیرسه این کار رو انجام بدن و اینو باید بدونید و به این دید نگاه نکنید که من
آدم خاصی هم قطعا، یا داوینچی آدم خاصی بوده به خاطر این تابلوش. حالا قطعا یه چیزی پشت این ماجرا هست که بعد من در موردش توضیح میدم که چرا تابلوهای مثل مونالیزا اینقدر قیمتش بالاتر. یه تفاوتی هست ولی قیمت گذاری بر اساس این چیزها نیست. اوکی؟ به خاطر اون انتزاعی بودنش یا اون احساسی که شما گذاشتین یا تایمی که شما گذاشتین نیست. به خاطر اینه که یه ابزار اقتصادیه تابلوهای نقاشی و اون هنرمندا نیستن که این بازار رو جلو میبرن یا اومدن آوردن صدر جدول. اوکی؟ این حسابدارها و این ثروتمندها و همون کلکسیونرها هستن که این بازار رو جلو بردن و تونستن این خلاقیت رو داشته باشن که ببرنش این سمت. اوکی؟ من خودم یه هنرمندم و قصدم حالا توهین نیست یا بخوام کارمون رو زیر سوال ببرم، ولی باید به دید منطقی بهش نگاه کنیم. خب قطعا شما کارت خیلی با ارزشه، میدونم خیلی تایم میذاری، میدونم هدفی پشتش هست و دوست دارین که درآمد بالایی داشته باشی، ولی اینو مطمئن باشین که شما تا وقتی که دید آدم ها نسبت به این قضیه تغییر نکنه نمیتونین فروش بالایی داشتی باشی، نمیتونین تابلو رو به قیمت مثلا 5 میلیون تومن، 10 میلیون تومن حتی بفروشید. خب مگر اینکه بازار هدفمندتون رو پیدا کنین، مگر اینکه یه تابلوی خاصی بکشید. خب یه تابلوی بکشین که منحصر به فرد باشه، تعداد کمی ازش باشه، یه دونه باشه، دوتا باشه. اینکه صرفا شما یه چهره رو مثلا کپی کنین یا بخواین بکشین هنر اصلی حساب نمیاد، شما نمیتونین قیمت زیادی به مشتری بگین. اوکی؟ اینو بدونین ارزش هر چیزی به اندازه پولی که بابتش پرداخت شه، یعنی کسی که میاد اون پول رو پرداخت میکنه، مثل طلا، مثل شمش، مثل مثلا همین ارزهای دیجیتالی، مثل NFT هایی که الان اومده. اون مقدار هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن بابت اون به خاطر این ارزشش رفته بالا که یه شخصی اومده هزینه بالایی بابت اون پرداخت کرد و بعد شخصهای دیگه گفتن خب پس میشه این کارم کرد. بیاین یکم هدفمندتر به این قضیه نگاه کنین و بیشتر تایم بذارین برای اون تابلو. بدونین یه سری شخص هایی هستن که حاضرن به خاطر این تابلو پول زیادی بدن، حتی شده برای پوز دادن، حتی شده برای سرمایه گذاری کردن، حتی به خاطر خیلی دلیل هایی که من توی قسمت های قبل براتون توضیح دادم همون اول، که اونا به دید اقتصادی بیشتر بهش نگاه میکنن نه به دید احساسی. اکثریت وجود داره، شاید از 1000 نفر 5 نفر به دید احساسی و علاقه نگاه کنن. دنیای شگفت انگیز و عجیب آدم های میلیاردر و ثروتمند ها رو ما برامون قابل درک نیست. خب ولی آدم های ثروتمند های تاجر ها و سرمایه گذار ها و میلیاردر های زیادی روی این کره زمین هستن. شما بیا اول روی خودت، روی تابلوت کار کن و بعد بازار هدفمندت رو پیدا کن و اون شخص قطعا میاد بابت این تابلو به شما پول زیادی میده. دیگه زیاد نمیخوام توضیح زیادی بدم، فقط مرسی که تا اینجا همراه هم بودین، به حرفام گوش دادین. من زیاد جلوی دوربین نبودم، این اولین تجربمه.
یکی از دلایلی که من باعث شد بیام و بخوام اینا رو توضیح بدم این بود که دید خیلی ها رو نسبت به هنر، نسبت به فروش، نسبت به قیمت گذاری تغییر بدم و این چون هدف بزرگی بود باعث شد که من این تغییر رو بخوام بکنم. پس اگه حالا ضعیف بود ویدیو به بزرگی خودتون ببخشید و اینکه سابسکرایب کنید که قطعا ویدیو بعدیم قوی تر از اینه. توی ویدیوی بعدی میخوام در مورد مونالیزا و اینکه چرا قیمتش خیلی بالاه، چرا داخل موزه، چه کسایی اول اومدن این تابلو رو با قیمت خیلی بالا خریدن، میخواستم داخل این توضیح بدم، دیدم خیلی ویدیو طولانی میشه و ممکنه مخاطب خسته بشه، برای همین کاتش میکنم از همینجا و میریم سراغ ضبط بعدی. بای بای.